ممکنه حیات یک پدیده منحصر به زمین نباشه. فرضیه‌ای به نام پنسپرمیا هست که میگه حیات در جایی به وجود نمیاد، بلکه همواره در جهان وجود داشته. بذرهای اون در همه جای جهان هستی پراکنده شده و پیوسته از نقطه‌ای به نقطه دیگه انتقال پیدا میکنه. به این شکل که حیات در سیاره‌ای وجود داره و بعد به طریقی قطعاتی از این سیاره به فضا پرتاب میشه. این سیارک‌ها حاوی بذرهای حیات مثل باکتری‌ها هستند و زمانی که به سیاره دیگه میرسن، حیات داخل خودشون رو به اونجا انتقال میدن. اگه این باکتری‌ها با شرایط ایدئالی در سطح سیارات جدید مواجه بشن، فعال میشن. محققا میگن شاید حیات به این شکل به زمین وارد شده باشه. در این صورت همه ما مهاجرانی از سیارات دیگه هستیم. در سال 1969 شهاب سنگی در استرالیا سقوط کرد و محققان موفق شدند پس از 40 سال از زمان این سقوط در اجزای این شهاب سنگ دو حرف از الفبای حیات یعنی DNA و RNA رو شناسایی کنند. این شهاب سنگ که قدمتش 7 میلیارد سال تعیین شده حدود 2.5 میلیارد سال مسن‌تر از منظومه شمسی ماست. به گفته این محققا در اوایل شکل گیری زمین شهاب سنگای زیادی مشابه این شهاب سنگ سقوط کردن و بنابراین این سنگای آسمانی میتونستن مواد عالی زیادی رو در زمین آزاد کرده باشن. اما یکی از بزرگترین چالش های پنسپرمیا مسیر طولانیه که این سیارک ها طی میکنن تا به زمین برسن، چون در فضا پر از تشعشعات مختلف و خطرناکه و ممکنه میلیون ها یا میلیارد ها سال در سفر باشن تا به زمین رسیده باشن. برخورد وحشتناک این سیارک ها با زمین که انرژی زیادی آزاد میکنه هم جای بررسی بیشتری داره که آیا بذرهای حیات در چنین شرایطی زنده میمونن؟ گروهی از محققان فرانسوی که تاردیگرید هایی رو به فضا فرستاده بودن متوجه شدن که این جانداران سرسخت قادر به زنده موندن در شرایط دشوار فضا هستند. بعد از سفر 10 روزه در فضا وقتی به زمین اومدن به طرز حیرت آوری زنده مونده بودن. اما در تحقیقات دیگه مشخص شده تنها چند سانتی متر محافظ مانند سنگ یا یخ برای در امان نگه داشتن حیات کافیه و احتمال اینکه سالم به زمین رسیده باشن هم هست. اما پنسپرمیا ممکنه بیشتر در شبکه‌های سیاره‌ای متراکم محتمل باشه. مثلا منظومه تراپیست 1 دارای 7 سیاره به اندازه زمینه که به دور ستاره‌ای گردش می‌کنن و مدار سیارات به هم نزدیکه. اکنون دانشمندان با محاسبات مختلف دریافتند که اگه یکی از این سیارات فراخورشیدی دارای حیات احتمالاً میکروارگانیسمی باشه، شانس مهاجرت حیات به یه سیاره دیگه منظومه تراپیست 1 تا 100 برابر بیشتر از مهاجرت حیات بین زمین و مریخه، چون به نسبت مدار کوچیک‌تری دارن. به نظر شما ممکنه حیات از خارج از زمین اومده باشه؟